چقدر مسلط باشید کار با مشتق واسهتون آسون تره. مثلا مثال بعدی بگی مشتق رو مثلا کوسکانت رو حساب کنید، کوسکانت x پریم چی میشه؟ کوسکانت چی بود؟ یک بر سینوس x بود. خب مشتق از طورت در مخرج، مشتق یک صفر در مخرج میشه صفر، منهایی مشتق مخرج در صورت کوسینوس x در صورت میشه منهای کوسینوس x مخرج به توان دو سینوس به توان دو x. بعد یک کار میکنن اینجا جدا میکنن میشه منفی کوسینوس x بر سینوس x ضرب در یک بر سینوس x مساوی است با منفی کوتانژانت x در کوسکانت x. یعنی راحت تر میخوان حفظ کنن مشتق کوسکانت میشه کوسکانت در کوتانژانت منفی، مشتق سکانت به همون صورت استفاده کنن یک بر کوسینوس x استفاده کنن میشه چی؟ میشه تانژانت سکانت. به این صورت مثلا بنابراین من به اندازه کافی میتونم چی؟ مشتقهای متفاوتی رو محاسبه کنم. پس توابع چند جمله ای همه جا مشتق پذیرن، مشتقشون مشخصه. توابع مثلثاتی سینوس و کوس همه جا مشتق پذیرن، موجبات دامنه‌تر چون مشتق پذیرن. بعدی ها توابع مثلا توابع نمایی، توابع نمایی. خب توابع نمایی چی بود تعریفشون؟ شکل کلی توابع نمایی fx مساوی با a به توان x برای a مثبت و مخالف چند یک. در بررسی توابع نمایی که آقای اویلر نقشه اصلی رو بازی میکرد یک کشف مهم ریاضی رخ داد. کشف مهم ریاضی آقای اویلر که زحمات زیادی رو در بخش حساب دیفرانسیال انتگرال کشیده و تو 10 سال آخر عمرش کور بود و به سختی مسائل و فرمول‌های ریاضی رو کشف کرد، ایشون اومد در واقع عددی رو به وجود رو کشفش کرد و معرفی کرد که بعدها عدد ای نامیده شد، عدد ای. این عدد چطور به وجود اومد؟ اصلا مقولش چیه و چه صورت بحث میشه؟ یه عددی که در واقع بعدها محاسبه شد 2/7، اما اویلر در معرف این ها رو نمیدونم اویلر ایجون میسن توابع نمایی هم با ایجون میسن exponential number function. این توابع نماییه، این توابع اویلره. حالا یا به افتخار اویلر است این گذاشتن یا به افتخار توابع نمایی اولش گذاشتن، کاری نداره. به اسم گذارش از اینجا اصلا مقوله این ارتباط مستقیم با توابع نمایی داره. چطوری؟ خب اگر شما توابع نمایی رو بگید f(x) + i توان x، اویلر اومد مشتق پذیر رو بررسی کرد. مشتق پذیر چجوری میشه؟ حد f(x) منهای f(x) صفر تقسیم بر x منهای x صفر وقتی x میره به سمت x صفر. f(x) چیه؟ a به توان x. جایگذاری کرد شد حد a به توان x، درسته؟ منهای a به توان x صفر. حالا بذارید من از فرمول قبل استفاده کنم که محاسباتم راحت تر به دست بیاد. چی بود؟ حد f x به اضافه هاش منهای f x تقسیم بر هاش، هاش به سمت صفر. این مساوی بود با حد a به توان x به علاوه هاش منهای a به توان x تقسیم بر هاش، هاش بده به سمت صفر. اگر این حد وجود داشته باشه یعنی توابع نمایی در هر نقطه مشتق پذیرن و نقطه بسیار بسیار مهمی. اما چی شد که آقای اویلر دست به یک کشف بزرگ زد؟ این اتفاق افتاد. اگر این تابع رو شما باز کنید، تابع نمایی وقتی تو نما جمع داشته باشید میشه حاصل ضرب. چطور؟ مساوی میشه با حد a به توان x در a به توان هاش منهای a به توان x بر هاش، هاش بره به سمت صفر. از a به توان x فاکتور بگیریم میشود a به توان هاش منهای تقسیم بر هاش وقتی هاش میره به سمت صفر. چون این ربطی به h نداره، مقدار ثابته میاد بیرون، میشه a به توان x ضرب در حد
آب توانهاش منهای یک برهاش. خب چی میشه؟ اگر حد در واقع لیمیت آب توانهاش منهای یک برهاش هاش به سمت صفر موجود باشه.